داستان عشق و جنون، قصه حقیقی زندگی، نویسنده فریبا چرخی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این برنامه داستان عشق و جنون را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fc@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان عشق و جنون، قسمت سوم. شب به خانه خودم زنگ زدم. همه جریان را برایشان گفتم. خیلی ها متعجب شده بودند و در ضمن ناراحت معلوم می شدند که نکند اشتباهی از من سر زده باشد. در عین حال پدر و مادرم هر دو می گفتند هر طوری که خودت خوش باشی، ما به آن اهمیت می دهیم. این زندگی توست. خلاصه ما با هم عروسی کردیم و در منطقه وزیر محمد اکبر خان زندگی می کردیم. خانه قشنگ دولتی را در اختیار ما قرار داده بودند و امکانات زندگی ما در حد خوبی بود. بعد از 3 سال زندگی خوشبخت و آرامی که داشتیم، خبر رسید که پدر و مادرم در یک حادثه دلخراش ترافیکی در آلمان جان باخته‌اند. خبر خیلی ها دردآوری بود. خودم را به آلمان رسانیدم. مراسم عزاداری خاتمه یافت و بعد از 1 هفته که می‌خواستم دوباره به افغانستان برگردم، وکیل پدرم برم زنگ زد و گفت که چون تو یگانه فرزند والدین خود هستی، میراث زیاد از آنها برایت مانده که شامل ملکیت و پول نقد و این پول پسنداز تمام عمر مادر و پدرت است که در بانک است. قرار وصیتشان همه این اموال و این پول به تو تعلق می گیرد. بعد از مدت دوباره به افغانستان آمدم. از طریق وزارت امور خارجه افغانستان نامه ارث و میراث را دریافت کردم. فوزیه هم از جریانات با خبر شد و من را قانع ساخت تا همه ارث و میراث خودم را به افغانستان منتقل کنم و این کار را هم کردم. به خاطر از دست دادن والدین دیگر علاقه به آلمان نداشتم و نمیخواستم دوباره آنجا برگشته و زندگی کنم. وقتی که همه پولهای ارث و میراث به افغانستان منتقل شد، فوزیه به فکر خریدن خانه لوکس و وسایل مدرن و زرق و برق و زیور و تمام وسایل قیمتی شد. من هم تمام خواستهایش را برآورده کردم. چند نگذشته بود که فوزیه خبر داد که حمل دارد و این موضوع و این مژده مرا و خود فوزیه را خیلی خرسند ساخت. خوشحالی های من را می گذشتاندیم. یکی از شبها هنگامی که در خواب بودیم، حس کردیم که کسی در خانه ما داخل شده است. وقتی هر دو بیدار شدیم، فهمیدیم که دزد است. در همین جریان فوزیه هم به دنبالم از اتاق خواب بیرون شد. دزد متوجه شد که ما بیدار شده ایم و از اتاق مقابل در حالی که چاقو در دستش بود به بیرون آمد و با هم درگیر شدیم. دزد در حالی که سعی داشت مرا با چاقو بزند، در حین درگیری من چاقو را از دستش کشیدم و ناخودآگاه چاقو را در شکمش فرو بردم. در این لحظه کوتاه دزد به زمین افتاد و خون به سرعت روی اتاق را گرفت. من و فوزیه زیاد ترسیده بودیم. بعد از چند لحظه دوباره به خود آمدیم و فوزیه گفت حالا چه کار کنیم؟ گفتم حالا باید به پلیس اطلاع دهیم فوزیه. اما گفتم اما ندارد، این مرد تا هنوز زنده است و باید به شفاخانه برده شود. فوزیه شتابان به طرف تلفن دوید و به پلیس زنگ زد. مدت نگذشته بود که پلیس و موتر آمبولانس از راه رسیدند. مرد زخمی را به شفاخانه و مرا به حوزه امنیتی پلیس بردند. جریان را اقرار کردم، اما به جرم زخمی کردن یک انسان باید مجازات می شدم. در این حال آمر حوزه پلیس گفت دعا کن که مرد نمیرد، زیرا زخمش عمیق است. شب را در حوزه گذراندم. صبح قرار بود که به ضمانت تا معلوم شدن سرنوشت محکمه و وضعیت زخمی رها می شدم. احوال رسید که مرد در شفاخانه جان باخت. اینجا بود که بدبختی من شروع شد. مرا زندانی کردند و آن هم در نظارتخانه. روزها و هفته‌ها گذشت، از محکمه و سرنوشتم خبری نبود. با همکاری مرجع کارم وکیل گرفتم تا جریان قضیه‌ام را پیگیری کنند. در این جریان فوزیه چند بار به ملاقاتم آمد، اما وقتی یک بار آمد برایم خبر ناخوشایند داد و آن هم این که طفلش را زایی کرده است. ناراحت‌تر از قبل شدم از اینکه به چنین سرنوشت نامعلوم دچار شدم و از اینکه طفل ما را از دست دادیم. بعد از گذشت چندین ماه محکمه شدم و در اولین محکمه برایم 18 سال قید در نظر گرفتند و به همین ترتیب محکمه دوم و سوم. از اینکه قتل عمد نبود و به خاطر دفاع از خودم مجبور به این کار شده بودم، به 6 سال قید محکوم شدم و به زندان پلچرخی منتقل شدم. در اولین پایوازی زندان که سخت دلتنگ و چشم برای فوزیه بودم، فوزیه به دیدنم نیامد. ماها و سالها گذشت، اما از فوزیه سر و درکی نبود. از یک طریق با یکی از همکارانم در تماس شده و از پریشانیم در مورد فوزیه برایش گفتم که اگر برایم معلومات کند که چرا فوزیه یا یکی از افراد خانواده‌اش سراغ نگرفت، همراهیم وعده کرد که حتما این کار را می کند. بعد از مدت یک نامه از همان همکارم دریافت کردم که در آن نوشته بود که فوزیه خانه و تمام اموال خانه را فروخته است و خودش در یک آپارتمان مکروریان با همان پسر کاکایش که از طفلیت نامزدش بود زندگی می کند. این خبر مرا نابود کرد، اما با آن هم باور نمی کردم. مشکلات زندان بودن، شنیدن این خبر و دلتنگی ندیدن فوزیه برایم بسیار طاقت فرسا و برایم خیلی آزاردهنده بود. لحظه شماری می کردم. 1 سال به آزاد شدنم مانده بود که یک نامه دریافت کردم و در داخل پاکت بزرگ یک یادداشت خیلی کوچک از فوزیه را نیز دریافت کردم که در آن نوشته بود من تصمیم گرفتم که بعد از این دیگر نتوانم انتظار تو را بکشم و یک جا زندگی کردن نه دوباره ما برایم قابل پذیرش نیست. امیدوارم مرا درک کنی و کاغذهایی که در نامه ضمیمه اند درخواست تایید شده محکمه از جانب من است که برای اخذ طلاقم است را امضا کرده و دوباره برایم بفرستی. اصلاً باورم نمیشد که این را در بیداری میبینم یا در خواب. اشک ریختم و درد کشیدم، اما با خودم فکر کردم این من هستم که تا هنوز هم عاشق فوزیه هستم و دوستش دارم، ولی فوزیه دیگر مرا نمیخواهد. بعد از 1-2 روز کاغذها را امضا کرده دوباره به اداره زندان دادم تا آن را برای فوزیه بفرستند. 1 سال باقی مانده دیگر را نیز گذشتاندم. بالاخره از زندان آزاد شدم و اما از وضعیت زندگی در زندان، دوست داشتن فوزیه و زندان ناباوری، اعتماد شکسته هرگز آزاد نشدم. وقتی از زندان بیرون آمدم دیگر نه خانه داشتم، نه مال و اموال و نه فوزیه که عاشقش بودم. فهمیدم که چند ماه قبل با پسر کاکایش عروسی کرده است و هم تمام آن خبر حامله شدن، آمدن دزد به خانه ما، به زندان انداختنم، قبضه کردن مال و اموال و داراییم، گرفتن طلاق از من، همه برنامه ریزی شده از جانب فوزیه و نامزد قبلیش بود. این بود که من این گونه زندگی و این طریقه از زندگی را با حیوانات که صادقترین مخلوقات هستند برای خودم برگزیدم و تا حالا چون این زندگی میکنم. با شنیدن این داستان دردآور از زبان یک مرد قربانی 58 ساله، برای من که هنوز خیلی کوچک بودم سخت تاثیرگذار بود. به همین دلیل الا اکنون این داستان را با همه جزئیاتش به یاد دارم. حالا که از شنیدن این داستان بیشتر از 3 دهه می‌گذرد، دیگر بابی سگ‌ها زنده نیست. آخرین سالهایی که دیدمش تیر پشتش مانند کمان خمیده بود، چنان که در رفتار عادی با دولا معلوم می‌شد. ریشه انبوه سفید صورتش را پوشانیده بود. رنج‌های بیشمار زندگی و آن همه دروغ و خیانت او را وادار به ترک دنیا کرده بود. منطقه کارته نو که خط اول جنگ‌های تنظیمی به شمار می‌رفت، تقریباً آری از سکنه شده بود و تعداد کمی از خانواده‌های مجبور در آنجا باقی مانده بودند. بابا هیچ خانواده و اقاربه نداشت تا مانند دیگر افراد در صورت امکان به ایشان پناه می‌برد. در بدترین شرایط مانند کوه استوار در محل باقی ماند. به گمانم این تن خمیده اش سبب شد تا تفنگداران خونخوار که در بالای تپه ها سنگر گرفته بودند طرز رفتارش را به اشتباه گرفته و با او فیر کردند و به رنجهای بیشمارش نقطه پایان گذاشت. تعداد از اهالی که در محل باقی مانده بودند نسبت ترحم انسانی او را در نزدیکی دکانش دفن کردند. روحش شاد و یادش گرامی باد. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.